کلیپ شماره 81 آقای هالو، حواله به دیکتاتورها. من گاهی خصوصا رو اون شعری که برای خلیج فارس گفتم یا شعری که برای تنب کوچک و بزرگ گفتم، توی یوتیوب کامنت های عجیب و غریبی برای من میذارن. یه دو گفته بودن که آقای آل پیام، این نژاد پرستانه و نگاه نژاد پرستانه شما به عرب ها درست نیست، شما یه فرد فرهیخته هستید، بعد ما خصومتی با عرب ها نداریم. ال بل یکی سیم نوشته بود که به نظر من آقای آل پیام بابت این شعر باید از عرب ها عذرخواهی کنه. اولا من این رو بگم، خیلی از دوستانی که کامنت گذاشته بودن از برای بچه های اهواز و آبادان و خرمشهر و اینها بودن. من خدمت این دوستان عزیز بگم که اولا شماها عرب نیستید، عرب زبانید. بین عرب بودن و عرب زبان بودن خیلی تفاوت هست. همونطور که الان مردم عراق، مردم سوریه، مردم مصر، مردم لیبی عرب زبانن، عرب نیستن، نژاد عرب نیستن. بعد از حمله عرب زبان عربی به این کشورها، به این قوم‌ها تحمیل شد و زبانشون عربی شد و اینها فردوسی نداشتن که بتونن زبان مادری خودشون رو حفظ کنن. ما هم اگر فردوسی نداشتیم الان به زبان عربی حرف می‌زدیم. دقیقاً مثل مردم عزیز آذربایجان که تا 300 400 سال پیش زبانشون ترکی نبود، زبانشون فارسی بود. اونها هم ترکی زبان هستن. ترک نژاد ترک نیستن، نژاد آذربایجان. این راجع به مطلب اول که اهوازی ها، آبادانی ها، خرمشهری ها، بندری ها، جنوبی ها عرب نیستید، شما ایرانی هستید. یک. دوم، من نمیدونم شما تاریخ رو خوندید یا نخوندید که چه جنایاتی شد با مردم این سرزمین، با مردم بخارا، با مردم سیستان، با مردم بلخ، هرات، نهاوند، گیلان. برید بخونید، جناب تبریزی فرمودن تاریخ بخونید، نمیگم برید تاریخ طبری رو بخونید، دو قرن سکوت رو بخونید، گیرتون نمیاد کتابای باستانی پاریزی رو بخونید. خالد ابن ولید قسم خورد که اگر من فتح کنم این شهر رو، حمام خون، جوی خون را میندازم و با این خون آسیاب میکنم و از اون آسیاب نان میخورم. 20,000 نفر را در یک روز سر بریدن تا این جوی خون را بندازن، خون را نمیافتاد، تا میومد دلمه بیبس نمیشد، هی میکشتن، هی میکشتن. آخر با آب قاطی کرد، خونابه را انداخت، آسیابش رو چرخون و لشکر 80,000 نفره عرب 3 روز از آسیابی که با خون ایرانی ها آردش تهیه شده بود نون میخوردن. در بلخ 3 بار عرب حمله کردن، برگشتن، تو هر خونه یه عرب گذاشته بودن که ببینن اینها نظارت کنه بر نماز و روزه و سایر شریعتشون. بعد شما تصور بکنید توی خونه ای که مردش صحرا، زنش، دخترش تو خونه است با یه دونه دوتا عرب، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ حمام هرات، حمام های هرات تا 6 ماه با کتاب میسوخت، کتاب هایی که از کتابخونه ها در آورده بودن. اگر بنابر عذرخواهی باشه، این عرب ها هستن که باید نه تنها از ایرانی ها، نه تنها از ایرانی ها، نه تنها از عراقی ها، سوری ها، لبنانی ها، مصری ها، از جامعه بشریت باید عذرخواهی کنن، چون جنایت در حق بشریت شد. من اینجا فرصت نیست باز کنم خیلی از مطالب رو بگم، به همین بسنده میکنم و من میبوسم دست اون عرب فهمیده روشنفکری که از گذشته خود شرمگینه، کما اینکه ما از خیلی مقاطع تاریخیمون دفاع نمیکنیم، شرمگینیم. کاری که نادر تو هند کرد قابل دفاع نیست، کاری که پادشاهان ایرانی تو روم کردن بعضیاشون قابل دفاع نیست، آلمانی ها هنوز از بابت هیتلر خجالت میکشن، چه اشکال داره؟ ولی عرب ها هنوز که همزه خودشون رو سید و آقا میدونن و ما رو موالی میدونن. برید تو دبی ببینید با این دخترای ایرانی چیکار دارن میکنن.
من برای اینکه نشون بدم نژاد پرست نیستم و اون عرب آزادی خواه رو مخلصشم هستم، چند بیت برای جوانهای مصری تقدیمتون میکنم. دیدی که چگونه حاکم مصر افتاد به بشکه زباله؟ دیدی که چگونه حاکم مصر افتاد به بشکه زباله؟ در ظرف دو هفته سرنگون شد تومار حکومتش اماله. هرگز کمکی به او نکردند هم پاول کیان هم پیاله. نه هنگ موتور سوار، ببخشید شتر سوار وحشی، نه همیشه باید موتور سوار شتر سوار با هم قاطیم، نه هنگ شتر سوار وحشی، نه هجمه عده ای تا پاوله، نه مدح و ثنای پاچه خاران، نه عربده با دهان گاوله، نه گارد لباس شخصی او، نه حیله نایب الوکاله. ایول به همیت عرب ها یک مشت جوان 20 ساله، دادند به کل دیکتاتورها اهرام ثلاثه را حواله. آنان که به زعمشان خلایق هستند زباله و نخاله، ارزش ننهند رأی مردم جز زاد و تبار ام خاله. ملت فقط ادعی خودی ها، هر غیر خودی چنان تو فاوله. یک ادعی قلیل جاه و نعمت، یک مشت کثیر اشک و ناله. انگار که خورده ملک و ملت ششتانگ به نامشان قباله. تاریخ بخوان جناب حالو، اندرز بگیر از این مقاله، تجدید نظر به کار خود کن، این راه و روش کن استحاله. انقدر نتاز تا بیفتی مانند خران درون چاله. دیدی که به کفر میتوان ماند لیکن به ستمگری محاله. اما افسوس که تجربه نمی کنن اون اتفاقی که توی تونس افتاد، تو مصر افتاد، اینن تو لیبی و سوریه و یمن و بحرین و جاهای دیگه هم داره می افته. این نصیحت های ما هیچ فایده ای نداره. اگر اینها نصیحت پذیر بودند، جناب آقای احمدی نژاد فرمودن بهشون آقا بی خود می کنید مردمتونه، می کشید، مطالبات مردم رو بدید، انتخابات آزاد برگزار کنید. ولی خب گوش نمی کنن، آخرش مثل حسنی مبارک میشه.